مسئولان امنیتی شهر کابل میگویند که در کنار جمعوری معتادان از سطح شهر، بخشی از فعالیت‌های آنان در راستای مبارزه با مواد مخدر، تعقیب و بازداشت قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر است. این مسئولان به تازگی از بازداشت 4 قاچاقچی مواد مخدر در مربوطات حوزه‌های 4م، 8م و 13م خبر می‌دهند. د کابل ولایت د امنیه قماندان نشي توک پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تیرو سلروي ساعتونو کې په څلورو بېلابېلو عملیاتو کې څلور تنه مزمنین د نشي توکو سره یو ځای لاس په لاس نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو سره پوډر، ټابلیټ کا، چرس، شراب وغیره نور نشي توکي موجود وو. د مزمنینو دوسیې بشپړې شوي دي او ډېر ژر به اړوند ارګان ته وسپارل شي. باشندگان شهر کابل ضمن استقبال از تلاش‌های نیروهای امنیتی در راستای مبارزه با مواد مخدر می‌گویند اگر جلوی خردفروشان و قاچاقچیان مواد مخدر گرفته نشود، آمار معتادان افزایش خواهد یافت. و اگر امی دزگیر نشوند، امی قاچاقبرای یا امی مافیاهای مواد مخدر، آمار امی مواد مخدر یا کسایی که استفاده امی عمل می‌داشته باشند یا به مرور زمان زیادتر می‌شه. و بخصوص بسیاری از جوانان ها مبتلا شدن، تمامشان زیر پل هستند و فامیلایشان به عذاب و همگی انمات کرده شدن، حتی جامعه همراهشان به عذاب، به این خاطر که دزگیر شوند و همی کسا دزگیر شوند و این آمار هم پس دوباره پایین بیه که کشور ما رو به پیشرفت شد. با این حال برخی معتادان میگویند که آنان به سادگی و در بدل پول اندک موفق به خرید مواد مخدر میشوند. به گفته آنان، رقم زنان و کودکان معتاد در میانشان افزایش یافته است. دولت ما باید یک اقدام بالای کشتزارهای زیاد باید دلای امو کسایی که فامریکه دارن که میره این هم از یک فامریکه از یک چیز جور میشه. این خونه است که مثلا یک چیز چیز شود. برای به امو باندا، به امو نفرهایی که امی چیز جور میکنه، همه قدر ملت در این حالت افتیده، امو را بگوید که برادر اینمی مردم از ستو اینمی حاصل از اونمو هاست که ما اینمی تو رستیم. تو اینمی را نکو. هرچند حکومت طالبان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلان کرده و پیوسته از تلاش برای مهار آن سخن زده، اما شهروندان ادعا دارند که میزان استعمال کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدا آمریکا، کابل.